پدیده‌ای که خب فکر کنم جهان شمول الان راجع به مسئله افغانستان خودشون نشون میده اینه که مستهلك شدن کلمات و واژگان در این حوزه. مثلا شما من یه مثال میزنم که شما در شبکه‌های خبری معمولا مثلا شبکه افغانستان اینترنشنال خب شبکه خیلی پرکاریه و در طول روز شاید یه گفت یه دونه برنامه دیدگاه داره، یه برنامه بحث روز داره و توی این دو سال شما خیلی وقتا می‌بینیدش که یک دایره مشخصی از میهمانان دعوت میشن و راجع به مسائل گوناگون در حوزه افغانستان اظهار نظر میکنن. یعنی خود این که مهمانای مشخصی میان و راجع به حوزه‌های مختلف صحبت میکنن اصل مسئله تخصصگرایی رو زیر سوال میبره. این یه بعد قضیه است و این یه جورایی رسوخ میکنه به فضاهای دیگه. نکته بعدی هم اینه که در همین تحلیل‌ها چه در فضای مجازی شما چه در شبکه‌های خبری می‌بینید که مثلا مدام یک سری از اصطلاحات بدون اینکه شکافته بشه و بدون اینکه عواقب این کاربردها بررسی بشه تکرار میشه. مثلا شما اگر از عوامل چه می‌دونم حمله شوروی بگیرید بیاید تا سقوط افغانستان با یک ترکیب و یه واژه بیش از هر چیز دیگه روبرو میشید، من دخالت بیگانگانه. خب و این دخالت بیگانگان مدام تکرار شده و خب این ذهن بسیاری از مخاطبا درگیرش میشه که آره آقا بیگانگانی بودن در و حضور پیدا کردن در افغانستان و دیگه خیلی اینا توضیح نمیدن که خب آقا نقش این که چرا در طول مثلا 4 دهه 5 دهه خب اگر هم بیگانه‌ای دخالت کرده صاحبان اون سرزمین چه برخوردی داشتن و هیچ توضیح درستی نیست. نظر شما پادزهر چنین گسستی و چنین به نوعی فک تاریخی چه چیزی میتونه باشه؟ آیا ایجاد فضاهای مشابه توسط نخبگان افغانستان که به موشکافی تاریخ افغانستان بپردازه میتونه یک بستر مناسبی باشه که به نوعی بتونه تعدیل کنه چنین فضایی رو، فضای یک وجهی رو؟ اما این مشکلات که با وجود اومده راه حلش البته کوتاه مدت نمیتونه یک مسئله ای رو ما پیش بینی بکنیم که این پادزهر و این راه حل آنن نتیجه بخش است. مسائل فرهنگی تغییرش، اصلاحش، جهشش، پیشرفتش زمان برن. یک فرهنگ شاید قرنها طول بکشه که تبدیل شود، یک مسئله تبدیل شود به فرهنگ، زمان بر است. اما آنچه که راه حل دست یافتنی تر است یک نظامی حکومتی در واقع مجهز و مسلح با فرهنگ در واقع مترقی است. فرهنگ مترقی و باور من این است که فرهنگ احترام به هم دیگر است. یعنی نظام عادلانه، نظام مشارکتی که چون جامعه ما چند قومی است، چند فرهنگی است، چند زبانی است، چند مذهبی است و این مسائل باید در یک عرصه، در یک سطحی به یک نقطه تعادل برسد. مشکل سیاسی در افغانستان اگر حل شد، عدالت در رفتار دولت حاکم بود و شهروند محوری مطرح بحث بود، با او تناسب نظام آموزشی هم میتونه متناسب با واقعیت ها به وجود بیاید و دولت هم پیش قراول و پیش برنده یک فرهنگ باشد. شما چیزی که ما در جمهوری اسلامی ایران میبینیم، چیزی که در آمریکا میبینیم، چیزی که در اروپا میبینیم، اینها برخوردار از یک باوری، یک آرمانی، چی ملی گرایی به او بشماریم، چی اینکه حس وطن دوستی باشه، چی یک مذهبی، چی یک دینی، یک آرمانی، اینها متصل به اوند، پیش برنده اوند و این جامعه را به یک نظم آوردند. در افغانستان متاسفانه ما اسلام را به شکل طالبانی آوردیم و دموکراسی را به شکلی که در واقع زعامتش و پیشبرنده و پیشقراول این مسئله شخصیت‌هایی بود که شایستگی این کار را نداشتند. ما باوریم این است که نظام مشارکتی که در او عدالت سیاسی تأمین شود و احساس تعلق وقتی که به وطن، به کشور، به نظام، به دولت به وجود آمد، برخی مسائل فرهنگی میتونه ایجاد شود و دولت هم ترویج کننده باشه. مسائل فرهنگی جالب است که بدون اعتماد میان یک دولت و مردم پذیرفته نمیشه. مسئله به تعبیری که بحران نفوذ میگه، یعنی اوامر دولت، دستورات دولت اگر نارضایتی باشه پذیرفته نمیشه. چیزی که حاکمیت طالبانی با او سر دچار نارضایتی در حد بیش از 90% است، برنامه عمل نیست، برنامه نظامداری نیست و این بحران آفرین است، این چالش آفرین است، این مشکل ایجاد کرده، مشکلات اجتماعی ایجاد میکنه. این تبعات حکمروایی طالب ها و مراتب طولانی مدت باقی خواهد ماند، ولو که در یک سال و نیم دیگه از بین برند و محو شوند، ولی این تبعات باقی میماند. کما اینکه برخی ناهنجاری ها و مشکلات سیاسی که در دهه 70 داشتیم، قبل از اون داشتیم، تبعاتش هنوز باقی ماند. وقتی که در عرصه دولت دچار مشکل شدیم، اجتماع ما چون دولت به عنوان
یک رکن به عنوان در واقع یک رئیس برای یک ملت مطرح است، به اون تناسبی که در کشورهای دولت حداقلی مطرح نیست، اینجا دولت پیش برنده توسعه هم هست، تامین کننده در واقع نظام نماهای آموزشی هم است، پیش برنده مسائل فرهنگی هم است و بسیار وسیع و گسترده دخالت داره. دولت باید در واقع یک دولت شامل و کامل باشه. این زمان بر است متاسفانه. البته فضاهایی که در کشورهای غربی به وجود آمده جوانان را سردوچار میکنند، سردوچار زندگی و روزگار میکنند و دیگر مجال برای طرح برخی بحث ها و مسائل که ناشی از مشکلاتش می در افغانستان باشه مطرح نباشه.